انگلیس دو تا ضربه از شیعه خورد، حالا داره انتقام میگیره. اما وقتی که دیگه نمیتونه ضربه بزنه، اون قدرت رو نداره انگلیس. در وقتی که انگلیس بزرگترین حکومت رو کره زمین بود، نه ملتش بزرگتر بودن، حکومتش حکمش، چین و هند تحت استعمار انگلیس بود که میگفتن اون وقت چین و هند 1000 میلیون هستن. یه ضربه از مرحوم مرزای شیرازی بزرگ در ایران خورد در قصه تنباکو که چارس نوشتن 400,000 خبرا فرستاد تو ایران، اومدن وارد ایران شدن، زمین خریدن، بنایی کردن، با یه فتوای یک سطری یه خطی مجبور شدن رها کردن، میخواستن استعمار فرهنگی کنن ایران را، نتونستن. با فتوای اون مرجع بزرگ شیعه و تبعیت مردم از او. یه ضربه دیگه هم تو عراق خوردن در ثوره 20 که با تانک و بمب وارد عراق شدن، بمب زدن، تانک آوردن زدن، جنگ مسلح کردن، باز شکست خوردن اونجا. حالا داره اینجور انگلیس انتقام میکشه. این نه از ما داره انتقام میکشه، داره از امام حسین انتقام میکشه. حسینی های دنیا کی باید چاره کنه این؟ امروز انگلیس دیگه دندون نداره، اون روز دندون داشت. نه انگلیس تنهاست، کشورهای دیگه غیر اسلامی، تک تک شما با فشار و تبلیغ و تعمیم، عمومی کردن تبلیغ شعائر مقدسه امام حسین در دنیا و پیاده کردنش، انگلیس و غیر انگلیس را مجبور میکنید که شعائر مقدس امام حسین را به خاطر خودش هم که شده تبلیغ کن. نه اینجور که یک کلمه نگه. این درد برای ما نیست؟ چارم نداره؟ چرا چاره داره؟ چارش هم آسونه، چارش دیگه توش حبس و شکنجه و اعدام و اینا دیگه نیست توش. چارش فشار ده کشورهای آزاد، فشار دنبال کردن، گفتن، نوشتن، مطرح کردن اثر میذاره. حسینی های دنیا، جوان های حسینی غیور در دنیا، دنبال کنید اینا رو.